با سلام به بخش خبری شبکه ایران فردا خوش آمدید. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک گفت در صورتی که توافق جامع حاصل شود ما درباره چگونگی کاهش تحریم ها شفاف خواهیم بود و افسود این مفهوم که ما با کنگره گفتگوهایی نداشته ایم و اینکه هیچ گونه اقدام کنگره نیازی نیست مسخک است این خیلی زود است که بگوییم کاهش تحریم ها چگونه خواهد بود یا چه زمانی اقدام کنگره مورد نیاز است ماری هارف گفت ما معتقدیم که رایزنی با کنگره که در بنانهادن ساختار تحریم ها نقش کلیدی داشتند مهم است وی درباره پیشنهاد کمک نظامی جمهوری اسلامی به ارتش لبنان گفت هنوز جزئیاتی که ما را به این نتیجه برساند که لبنان پیشنهاد آنها را پذیرفته ندیده ایم ما اوزا را نظارت می کاترین اشتون نماینده گروه پنج به علاوه یک در, صورت تمدید دوباره مذاکره با جمهوری اسلامی تا رسیدن به یک توافق بر مسند مسئولیتش باقی خواهد ماند شبکه اینترنتی رادیو فرانسه فارسی نوشت مدت مسئولیت کاترین اشتون به عنوان رئیس سیاست خارجی تادی اروپا آخر ماه اکتبر به پایان می رسد. و فدریکا موگرینی وزیر امور خارجه ایتالیا جانشین وی خواهد شد این رادیو مدعی شد که احتمال تمدید دوباره مذاکرات هستهی جمهوری اسلامی پس از تاریخ 24 نوامبر وجود دارد یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید جمهوری اسلامی هنوز تمام اقدامات برای شفاف سازی برنامه اتمیش را که موافقت کرده بود تا انتهای ماه اوت انجام دهد انجام نداده است آژانس مسئول راستیازمایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هسته است یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده برای حل و فصل تمام مسائل باقی مانده در پرونده اتمی جمهوری اسلامی بسیار مهم است تا تهران به موقع تمام اقدامات عملی که در چارچوب همکاری با آنها موافقت کرده بود انجام دهد. به گفته آقای آمانو پیشرفت بررسی ها درباره تحقیقات احتمالی جمهوری اسلامی برای بمب‌های اتمی پیشرفت اندکی داشته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 17 مهر ماه در بیانیه اعلام کرد در آخرین دور مذاکرات فنی با تهران جمهوری اسلامی هیچ پیشنهادی برای حل پرسش‌های آژانس ارائه نکرده است این گفتگوها درباره اجرای دو اقدام عملی مرتبط با آزمایش های جمهوری اسلامی در خصوص انفجارهای بسیار قوی و جابجایی نوترون بود ارائه اطلاعات مربوط به مطالعات صورت گرفته یا مقالات منتشر شده در ایران در رابطه با انتقال نوترون، مدل سازی ها، محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آنها در موارد فشرده بوده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید این قبیل آزمایش ها که در گذشته در ایران انجام شده می تواند به ساخت سلاح اتمی منجر شود. یوکیا آمانو در نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد آژانس در موقعیتی نیست که بتواند تضمین معتبری درباره وجود نداشتن هیچ گونه مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه کند. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی نشریه نیویورک تایمز یادداشتی از یووال اشتاینیتس وزیر اطلاعات اسرائیل را با عنوان با ایران توافق بد نکنید در صفحه نظرات خود منتشر کرده است وی نویسد اسرائیل به شدت از مسیری که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی می پیماید نگران است و جهتی را که گفتگوها طی می کنند به خصوص آنچه به غنیسازی اورانیوم برمیگردد اشتباه می داند. به نظر وزیر اطلاعات اسرائیل گرچه ایران اخیرا لحن خود را اصلاح کرده اما از زمانی که حسن روحانی نرمگو به جای محمود احمدی نژاد پرخاشجو به عنوان رئیس جمهور به قدرت رسیده تغییر زیادی در اساس قضیه داده نشده است او میافزاید ایران از اصرار خود به حفظ و استفاده از 9400 سانتریفیوژ برای قنیسازی اورانیوم و راکتور هسته‌ای تقریبا کامل خود در عراق که در آینده میتواند پلوتونیوم تولید کند کوتاه نیامده است اشتاینیتس می نویسد ایران لحن آتشین ضد غربی خود را نرم کرده و این هایی در رابطه با مسائل کم اهمیت نشان داده اما ما نباید گول این رفتارها را بخوریم او از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میخواهد که به گفته خود پایبند بماند که بهتر است هیچ توافقی با ایران صورت نگیرد تا اینکه توافقی بد صورت گیرد جمهوری اسلامی و قدرت جهانی حدود 14 سال در حال گفتگو بر سر برنامه اتمی جنجالی جمهوری اسلامی هستند. در این مدت تحریم های بی علیه بخش مختلف انرژی، صنعتی و اقتصادی و بانکی ایران تصویب شده است. آمریکا، اسرائیل و تعدادی دیگر از کشورهای جهان نگرانند که تهران در پوشش برنامه اتمی صلح‌آمیز سلاح هسته‌ای تولید کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواهان توقف بررسی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر شد. به گزارش روزنامه اعتماد وزیر کشور جمهوری اسلامی در این نامه گفته که این طرح به کارشناسی و بررسی های دقیق تری نیاز دارد طرح 24 ماده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 24 تیر ماه امسال در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه 16 مهر به تصویب نمایندگان مجلس رسید کلیات این طرح در هنگام بررسی در مجلس با مخالفت دولت و شماری از نمایندگان مواجه شد. نهادهای مرتبط با پرونده اسیدپاشی در اصفهان در روزهای اخیر تلارسانی متناقض و متضادی از این حادثه و عوامل آن در اختیار رسانه ها قرار دادند که این روند همچنان ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بازداشت فرد یا افرادی مرتبط با ماجرای اسید پاشی در اسفهان را تکذیب کرد این در حالی است که وزارت کشور بیشتر از دستگیری سه تا چهار نفر خبر داده بود در شرایطی که برخی روزنامه‌های ایران به نقل از خانواده قربانیان پاشی های اخیر در اصفهان نوشتند پاشی های زنجیری گفتند ما با بد حجابان مقابله میکنیم. سخنگوی قوه قضایی میگوید ارتباط اسیدپاشی در اصفهان با بد حجابی تایید نشده است به گزارش خبرگزاری فارس غلام حسین محسنی اژهی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفته قوه قضاییه در رابطه با عاملان ماجرای اسیدپاشی اصفهان پیگیر دستگیری این افراد است و آماده است در صورت دستگیری به سرعت بازپرسی صورت گرفته و عاملان به اشد مجازات برسند به گفته بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در این زمینه تاکنون تایید نشده است که این اقدامات به دلیل بیهجابی افراد صورت گیرد چرا که با توجه به ارتباطاتی که با این افراد گرفته شده است این افراد جزء بی ها نبودند و اطلاعاتی که در برخی سایت ها آمده است تایید شدنی نیست به گفته او درست است که این اقدام قابل قصاص است و عاملان این گونه اقدام حتما باید مجازات شوند ولی باید مجازاتی بازدارنده در این مورد صورت گیرد تا دیگر کسی جرأت نکند دست به این گونه اقدامات بزند سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته در این راستا ریاست دادگستری اصفهان از دادستان این استان و مسئولان امنیتی خواسته تا این پرونده را پیگیری کنند و عاملان این اقدام شناسایی شوند روز گذشته مرتزا میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از بازداشت چهار نفر در ارتباط با پرونده اسیدپاشیها در اسفهان خبر داده بود میر گفته این افراد از سوی پلیس مزنون به اسیدپاشی به چهار زن در اصفهان هستند در همین حال روزنامه فراهیختگان عکس یک خود را به گزارشی از ایادت خبرنگار این روزنامه از سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان اختصاص داده و نوشته خانواده قربانیان اصفهانی مدعی شدند که اسیدپاشها قبل از پاشیدن اسید گفتند ما با بدهجابان مقابله میکنیم روزنامه فرایختگان با اشاره به گذشت سه هفته از نخستین مورد اسیدپاشی در اسفان به اظهارات متناقض مقام های مسئول در این خصوص اشاره کرده و نوشته است تا همین چند روز پیش فرماندار اسفان تنها وقوع دو مورد اسید پاشی را تایید کرده بود در حالی که جانشین فرمانده ناجا گفته است چهار مورد اسید پاشی رخ داده و به سرنخهایی رسیده ایم. به نوشته روزنامه فریختگان گرچه فرماندار اسفان سریالی بودن و ارتباط اسید پاشی ها به موضوع بدهجابی را تکذیب کرده بود اما یک روز بعد از این تکذیب اظهارات فرماندار اسفان بود که تکذیب شد و مشخص شد اسید پاشی ها هم سریالی بوده و هم مرتبط به آنچه اسید پاشان بدهجابی میپنداشتن. پیشتر نیز عباس علی منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت تا قبل از دستگیری مجرمان نمیتوان درباره هویت آنها قضاوت کرد اما به طور حتم مجرمان اسیدپاش از طریق سرویس های اطلاعاتی بیگانه و سهیونیستی یاری می شوند وی گفته بود دنبال دار شدن پدیده اسیدپاشی در اسفهان در دراز مدت اقتصاد اسفهان را به چالش بزرگی کشیده و صنعت توریسم را رو با رکود جدی روبرو رو خواهد کرد و گردشگران خارجی در سفر به ایران اسفهان را از لیست گردشگری خود حذف خواهند کرد. در رویداد دیگر شبکه استانی اصفهان فیلم اعترافات شش نفر که به اتهام جاسوسی از سوی سازمان اطلاعات سپاه این استان بازداشت شدند را پخش کرد سپاه استان اصفهان اصر روز گذشته با صدور اطلاعی از بازداشت شش نفر به اتهام جاسوسی و تشکیل یک گروه بزرگ ضد اخلاقی در شبکه های اجتماعی خبر داده بود. شبکه استانی اصفهان نیز ساعتی پس از انتشار این اطلاعیه اقدام به پخش بخشی از اعترافات این افراد کرد. این افراد که چهره آنها پوشانده شده بود در اعترافات خود گفتند از طریق شبکه های اجتماعی چندین رابطه غیر اخلاقی داشتند پخش شایعه و نشر اکاذیب در شبکه های اجتماعی تلفن همراه از دیگر اتهامات این افراد اعلام شده است این فیلم در راستای اطلاعیه سپاه اسفان و شکستن فضای روانی ایجاد شده در پی اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر پخش شده است حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی دوشنبه شب وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسن امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه قرار گرفته دفتر نخست وزیری عراق پیشتر اعلام کرد که سفر العبادی به تهران و دیدار وی با مقام های ایرانی در جهت همسو کردن تلاش ها برای کمک به عراق در جنگ علیه گروهک تروریستی داعش و همچنین تقویت همکاری بین دو کشور در زمینهای مختلف است. انفجارهای انتحاری در شهرهای بغداد و کربلا دست کم 43 نفر را کش در بغداد بمبگذاری انتحاری در مقابل بمبگذاری انتحاری در مقابل مسجد شیعیان خود را منفجر کرد که حداقل 17 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت در کربلا نیز در انفجار چهار خودروی روی گذاری شده حداقل 26 تن کشته و 55 نفر زخمی شدند. همزمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق به دیدار آیت الله علی سیستانی در نجف رفت و به گزارش خبرگذاری ها آقای سیستانی حمایت خود را از دولت او اعلام کرد. مقامات یمنی از کشته شدن تن در نارامی های تازه در این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جنبش انصارالله الله طی روزهای اخیر نیروهای خود رو در مناطق مختلف یمن از جمله شهر ردا مستقر کرده است گروه های وابسته به القاعده در کنار نیروهای دولتی علیه انصار الله میجنگند و دست به عملیات انتحاری میزنند شاهدان عینی و مقامات قبیله‌ای گفتند که یک بمبگذار انتحاری 15 تن از جمله چند کودک را در شهر ردا در جنوب صنعا با انفجار خودروی بمبگذاری شده خود کشتند همچنین نیروهای امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند که 20 تن در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در ساختمان محل تجمع حوسی ها در شهر ردا در استان بیزا کشته شده و تروریست های القاعده دوازده تن دیگر را به اسارت گرفتند معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسان دوستانه تأکید کرد که حتی اگر مناطق حائل در سوریه بدون مجوز شورای امنیت ایجاد شود سازمان ملل حاضر است تا کمک های انسان دوستانه خود را در این مناطق ارائه کند ترکیه خواستار ایجاد مناطق حائل در سوریه در نزدیکی مرزهای خود شده تا از شهروندان غیر نظامی در برابر جنگ داخلی سوریه حمایت به عمل بیاورد. درخواست ترکیه برای ایجاد مناطق حائل در نزدیکی مرز سوریه تا کنون با پاسخ مثبتی روبرو نبوده است روسیه نیست که دارای حق وتو در شورای امنیت است با ایجاد مناطق حائل مخالفت کرده است آمریکا میگوید با وجود پیشرفت کردها در کوبانی هنوز احتمال سقوط این شهر وجود دارد در همین حال ترکیه میگوید که در حال کمک به نیروهای کرد عراق موسوم به پیشمرگه ها برای عبور از خاک ترکیه و رسیدن به شهر کوبانی سوریه به منظور نبرد علیه داعش است سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی گفت که هنوز احتمال سقوط کوبانی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز ماری هارف در یک کنفرانس خبری گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره موضوع اطلاف علیه داعش صحبت کرد به افزود ما در این گفتگو شفاف ساختیم که چرا حمایت از مبارزان کرد در کوبانی از طریق بسته های هوایی اهمیت دارد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مذاکرات با ترکیه ادامه دارد ما از بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه درباره اجازه به پیش ها برای ورود به کوبانی استقبال می کنیم. حرف افزود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا هر دو مذاکرات سازنده ای با همتایان ترک خود داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد با وجود اختلاف ها در تاکتیک ها به مذاکرات با ترکیه ادامه می دهیم اما با این موضوع مخالف هستم که اختلاف بزرگی وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه همچنان به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه انجلیک را نمیدهد گفت من نمیتوانم جزئیات عملیاتی را مطرح کنم ماری هارف درباره بستههای هوایی که به داخل کوبانی پرتاب شده گفت اینها منابعی از کردهای عراقی بوده که شامل تجهیزات پزشکی تسلیحات و مهمات است به ابزود ما به ترکا اهدافمان از این اقدام را اعلام کرده و توضیح داده ایم که چرا معتقدیم که کمک به نیروها در کوبانی مهم است سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره اوضاع در کوبانی گفت کوبانی هنوز نیز تحت تهدید جدی قرار دارد و هنوز این احتمال وجود دارد که سقوط کند وی گفت برآورد ما درباره بغداد تغییر زیادی نکرده اوضاع الانبار همچنان چالش برانگیز است گفتنی پیش از اظهارات سخنگوی کاخ سفید ترکیه اعلام کرد که در حال کمک به نیروهای کرد عراق موسوم به پیشمرگه ها برای عبور از خاک ترکیه و رسیدن به شهر کوبانی سوریه به منظور نبرد علیه داعش است. شهر کوبانی که ماه گذشته توسط نیروهای گروه داعش محاصره شد طی هفته های گذشته مورد حمله سنگین ستیز جویان داعش قرار گرفت و نیمی از این شهر که در مرز ترکیه است به دست داعش افتاد. با این حال کردها میگویند که با حمایت اعتلاف به رهبری آمریکا توانستن نیروهای افراطی داعش را عقب برانند اگرچه وضعیت هنوز شکننده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمک ترکیه به پیشمرگه های کرد یک چرخش مهم در سیاست ترکیه است که این کشور قبلا از ورود پیشمرگه های کرد عراقی به ترکیه برای رفتن به کوبانی جروگیری میکرد. ترکیه طی ماه گذشته با فشارهای داخلی و بین المللی برای کمک به کردهای سوریه در کوبانی مواجه شده است. اخیرا تظاهرات خشن در مناطق کردنشین ترکیه در اعتراض به تعلل این کشور در کمک به کوبانی منجر به کشته شدن بیش از 20 ماترش شد. با این حال ترکیه هنوز از ارسال نیروهای نظامی پیاده خود برای مبارزه علیه داعش در سوریه همچنان اجازه استفاده نیروهای آمریکا از پایگاه انجلیک ترکیه را صادر نکرده است. گفتنی است در همین زمینه خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترکیه هنوز حریم هوایی خود را برای بمباران مواضع داعش در کوبانی در اختیار نیروهای هوایی آمریکا قرار نداده است ترکیه میگوید به نیروهای کرد عراقی که قصد مقابله با داعش را دارند اجازه میدهد تا از مرز این کشور عبور کنند از آغاز محاصره شهر کوبانی ترکیه به نیروهای پیشمرگه و شهروندان کرد خود که قصد کمک به مدافعین کوبانی را داشتند اجازه عبور از مرز این کشور را نداده بود جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در ترکیه مهستان بختیاری روز گذشته کنفرانس خبری مالو شغلو وزیر خارجه ترکیه با همتای تونسی خودش در حالی برگزار شد که خبر از چرخشی متفاوت از سوی ترکیه در قبال حوادث کوبانی میداد مالو شغلو در این رابطه به خبرنگاران گفت که ترکیه به پیشمرگه های کرد اجازه استفاده از مرز این کشور رو برای ورود به کوبانی خواهد داد و در این مسیر اونها رو کمک خواهد کرد هرچند وزیر خارجه ترکیه عنوان میکنه که مذاکرات پیرامونه این موضوع در جریان هست اما توضیح بیشتری هم در مورد کم و کیف این مذاکرات نداده منابع رسمی در ترکیه هم هنوز البته پیرامون موضوع اطلاعات بیشتری رو ارائه نکردن تنها پایگاه خبری حریت در این باره نوشته که این توافق در چارچوب مجوز اخیر پارلمان ترکیه است که به دولت اجازه اعزام نیرو به عراق و سوریه رو میده و همینطور این اختیار رو به دولت میده که برای مقابل با تهدیدات داعش نیروی خارجی در خاک این کشور مستقر بکنه چیزی که از صحبت های آقای شغلو در شرایط کنونی برمیاد این هست که اقلیم کردستان عراق ایالات متحده امریکا و ترکیه ظاهرا برای کمک به بهبود وضعیت کوبانی همکاری تازه ای رو آغاز کردن چاووشوغلو گفت که اقلیم کردستان عراق برای کمک به کوبانی با ایالات متحده همکاری میکنه و ما نیز به عبور پیشمرگه ها از خاک ترکیه کمک میکنیم او گفت که ما نمیخوایم شاهد سقوط کوبانی باشیم موضوعی که البته پیشتر آقای داود اغلو هم به اون اشاره کرده بود و اون رو مطرح کرده بود این چرخش سیاست ترکیه در قبال کوبانی بسیار های زهمیت از چرا که ترکیه تا کنون با وجود فشار افکار عمومی در داخل و درخواست نیروهای اعتلاف مرز خودش رو بر روی گروه های که خواستار پیوستن به مدافعان کوبانی بودن بسته بود این موضوع البته تا حدودی هم میتونه توازن قوا رو به نفع مدافعان کوبانی تغییر بده یک نکته دیگه هم که بروی در این زمینه باید بهش اشاره کرد اون هست که ترکیه برخلاف دو گروه کردی پکاکا و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه روابط بهتری با مقامات اقلیم کردستان در عراق داره باید دید تا چه اندازه این مناسبات نزدیکتر در تصمیم گیری اخیر ترکیه تأثیر گذار بوده بر روی با وجودی که یک بار دیگه چاوش رو تاکید کرده که این کشور تمایل نداره به حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه کمک کنه اما گفته خواستار نجات سوریه از هر گونه تهدیدی هست پس از پنج ماه در شرایط کما محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در ساعت بامداد امروز درگذشت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با ابراز تأثر از درگذشت مهدوی کنی به همین مناسبت دو روز ازای سراسری در ایران اعلام کرد محمد رضا مهدوی کنی در سال 1310 در روستای کند در تهران به دنیا آمد و پس از انقلاب سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران از مقامات ارشد و اشخاص متنفذ در حکومت بود به گزارش خبرگزاری تسنیم نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه برای گفتگو درباره مسائل منطقه و مذاکرات هسته‌ای وارد ایران شد. خبرگزاری اینترفکس روز جمعه از قول یک منبع آگاه گزارش داده بود که آقای پاتروشوف در این سفر درباره همکارهای همکاری‌های بین دو کشور امنیت منطقه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. روسیه یکی از کشورهای عضو گروه پنجه به علاوه یک است که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته این کشور می باشد محمد رضا زائری فعال فرهنگی محافظ کار می گوید مسئولان و سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی در پیله توهم بوده و به نفاق عادت کردند. نهادهای سیاسی، مذهبی و امنیتی تصمیمات آنها را مختوش می کنند و مدیران برای رضایت برخی امامان جمعه و نهادها وارد یک بازی تظاهرگرایانه می شوند. محمد رزا فعال فرهنگی محافظه کار از افزایش فاصله مسئولین و سیاستگزاران فرهنگی با مردم ابراز نگرانی کرده و گفته آنها برخلاف مردم عادی کمتر در جامعه حاضر می شوند در شبکه های اجتماعی قایب هستند و از ماهواره هم استفاده نمی کنند. به افزوده، بیگانگی مدیران فرهنگی با زبان اقتضاعات و نیازهای مردم موجب شده آنها به اطلاعات و اخبار روز اشراف نداشته و در پیله توهم خود گرفتار یک فضای انتظایی باشند. این فعال فرهنگی از اینکه در جمهوری اسلامی الزامی وجود ندارد که سیاست گزاری ها و تصمیم گیری ها مبتنی بر اخبار و واقعیات جامعه باشد انتقاد کرده است. زاری در بخش دیگری از اظهاراتش به سراحت گفته افرادی از نهادهای سیاسی، مذهبی، انتظامی و امنیتی و رسانهی و خبری روند سیاستگذاری مدیران فرهنگی را مخدوش می کنند. به گفته وی در جمهوری اسلامی بسیاری از افراد به ریا، نفاق و تظاهر عادت کردند و مدیران نیز در همین فضا به جای تصمیم گیری درست ناچار می شود دیگران را راضی کند. زائری ابزوده مدیر فرهنگی برای اینکه امام جمعه فلان شهر یا مدیر فلان مؤسسه ناراحت نشود یا رئیس فلان نهاد گلی نکند در یک بازی تظاهرگرایانه بگونه ای عمل می کنند تا با ظاهرسازی زمان را بگذراند. به گفته وی در ایران یک مدیر فرهنگی موفق مدیری است که هیچ کاری انجام ندهد و برای محبوبیت و مقبولیت خود لابی کند. ظاهری در این حال حوزه های علمیه و روحانیت را در به هم ریختگی اولویت ها در کشور مقصر معرفی کرده است وی گفته روحانیت باید طوری عمل کند که افراد به ربا حساس شوند نه به هجاب این روحانی افزوده اولویت اصلی امر به معروف و نهی از منکر باید نسبت به اساس حاکمیت باشد و نه نسبت به فردی که در یک خیابان فرعی یا در گوشه ای مثلا روزخاری می کند. وی همچنین گفته اوایل انقلاب مردم کمتر به ظاهرگرایی مشغول بودند و وی فکر می کند اگر حزب الله هم در لبنان حاکمیت را در دست بگیرد احتمالاً آنها هم دوچاره همین مشکلات می شوند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پس از ماه حضور در عراق به ایران بازگشت. خبرگزاریهای های ایران گزارش کردند آی سلیمانی در مراسمی که در حسینیه ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد حضور داشته و سخنرانی کرده فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی هم اقدامات گروه داعش و هم لشکرکشی آمریکا را محکوم به شکست دانست و گفت که همه تلاش ها در مقابل اسلام ایران و تشیع شکست می‌خورد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم گردش صحیح اطلاعات در جامعه ایران گفت سر ملت نباید کلاه گذاشت و پنهان کاری کرد اما در این گردش اطلاعات نباید بزرگ نمایی و سیاه نمایی صورت بگیرد وزیر دادگستری این مطالب را در واکنش به تشکیک در برخی آمارهای اعلام شده از سوی دولت حسن روحانی در زمینه نرخ تورم، اشتغال و بیکاری بیان کرده است اظهارات مصطفی پور محمدی مبنی بر ضرورت گردش صحیح اطلاعات در ایران در شرایطی بیان می شود که سرعت گردش آزاد اطلاعات در دولت حسن روحانی در 16 سال اخیر به طور بی ای کاهش یافته دولت یازدهم اعلام کرده ضرورتی نمی بیند بسیاری از مسائل را علنی کند و ترجیح می دد پشت پرده و با مذاکره مسائل را حل و فصل کند مردم ایران با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم از بسیاری از تصمیم ها برنامه ها و اقدامات این دولت بی اطلاع هستند و در بیخبری کم سابقه ای قرار دارند به دنبال محقق نشدن وعده پرداخت مطالبات معوقه جمعی از کارگران پیمانکاری فازهای 17 و 18 اصلویه تعدادی از این کارگران مجددا دست از کار کشیدند منابع خبری ایلنا در مناطق اصلویه گزارش کردند کارگران معترض که تعدادشان 100 نفر برآورد می شود در یکی از شرکت های پیمانکاری برقرسانی پروژه های در حال ساخت فاس های 17 و 18 به نام گلسافر مشغول به کارند به گفته این منابع مطابق وعده ای که در جریان اعتراض 22 مهر از سوی مسئولین به معترضان داده شده بود قرار بود حقوق تیر و مرداد این کارگران روز 27 مهر ماه پرداخت شود که البته پرداخت نشده است. دادگاه انتظامی وکلای دادگستری به درخواست دادگاه انقلاب تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت نسرین ستوده پاسخ مثبت داده. حکمی وی را به مدت سه سال از حرفه وکالت من کرده است خانم ستوده در اعتراض به این حکم متحسن خواهد شد شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری بنا به درخواست دادگاه انقلاب نسرین ستوده وکیل دادگستری را به مدت سه سال از کار وکالت محروم کرد این حکم بر مبنای حکم دادگاه انقلاب تهران صادر شده که بر اساس آن نسرین ستوده به ده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است بر اساس قانون حاکم بر کار وکلای دادگستری تنها مرجعی که می تواند پروانه وکالت را باطل کند دادگاه انتظامی است اما این دادگاه برای اولین بار بر اساس درخواست یک مرجع قضایی دیگر یعنی دادگاه انقلاب پروانه وکالت خانم ستوده را برای مدت سه سال باطل کرده است نصرین ستوده در گفتگو با دای چبله در این باره میگوید این حکم به کلی استقلال کانون وکلا را نف کرده است من ناچارم مراتب تاسف خودم را از این حکم که مستند خودش را حکم دادگاه انقلاب قرار داده اعلام کنم و همینطور اعلام کنم که قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به کلی از مسیر بیطرفی خارج شدن و به تلاشای دادستان و قاضی دادگاه انقلاب برای لغو پروانه وکالتش اشاره کرده و تصریح می کند دادستانی از تمام اختیارات و امکاناتش سوء استفاده کرده تا بتواند این حکم را به مورد اجرا درآورد خانم ستوده میگوید من در حالی توسط دادگاه انتظامی و وکلا مورد مجازات مجدد قرار گرفتم که یک سال از آزادیم میگذرد آزادی که نه مشخص بود به چه دلایلی بازداشت شده بودم و نه مشخص بود به چه دلایلی آزاد شدم و تا تا امروز هم یک دلیل کتبی به من ابلاغ نشده که به چه دلیلی آزاد شدم بنابراین صدور چنین حکمی از طرف قضات این دادگاه خانم نوابه از و آقایان ماجد وسوقی و میر قائمی بسیار تعجب برانگیز است. رأی شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در حالی صادر شده که اوایل شهریور ماه شعبه اول این دادگاه درخواست دادستانی تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت خانم صدوده را رد کرده و اعلام کرده بود این وکیل میتواند همچنان به کار وکالت ادامه دهد. اما به گفته خانم ستوده دادستان تهران یک دعوای دیگری را که مربوط به همین پرونده بوده به هیئت مدیره کانون وکلا فرستاده و هیئت مدیره هم این مورد را به یک شعبه دیگر دادگاه وکلا میفرستد خانم ستوده تصریح می کند که هم کار دادستانی تهران و هم اقدام هیئت مدیری کانون وکلا هر دو غیرقانونی بوده است. وی میگوید در ماهای گذشته بارها رئیس و نایب رئیس کانون وکلا و رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به وی گفته بودند که به خاطر پیگیری پرونده انتظامی خانم ستوده تحت فشار هستند. همچنین نامه های متعددی در چهار ماه گذشته از سوی دادستانی تهران، پلیس امنیت و وزارت اطلاعات به کانون وکلا ارسال شده. چهارتن از مدیران سابق کانون وکلا نیز به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند. به همین دلیل نصرین ستوده در نامهای به هیئت مدیره قانون وکلا از آنها خواسته بود که رسیدگی به پرونده او تا رفع فشارهای بیرونی متوقف شود اما این خواسته اجابت نشده است وی تاکید می کند چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره کانون وکلا برای لغو یا تعلیق پروانه وکلای مستقل تحت فشار بوده اما هرگز نه بر اساس احکام صادره از دادگاه نظامی و نه احکام صادره از دادگاه انقلاب پروانه وکلای مستقل را تا به حال تعلیق نکرده است نسرین ستوده میگوید به این حکم اعتراض حقوقی نمی کند چرا که قوه قضایی را دستگاهی ناعادل می داند که او و همکارانش را تنها به دلیل انجام وظایف شغلیشان بازداشت و محاکمه کرده است. خانم ستوده اما تصریح می کند که در اعتراض به حکم ناعادلانه و غیر قانونی دادگاه انتظامی وکلا از امروز سهشنبه 29 مهر ما در مقابل ساختمان کانون وکلا دست به تحسن خواهد زد. به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار